درود همراهان گرامی به این کلیپ و به این درس خوش اومدید در خدمت شما ایم با یکی دیگر از کلیپ های ارزنده و آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس و در این کلیپ با درس نهم از سری درس های داستان های گرامری انگلیسی در خدمت شما ایم و یک داستان در زمان گذشته استمراری رو با هم مرور خواهیم کرد با هم یاد خواهیم گرفت و در انتها با تسلط و روون بودن کامل داستان رو با هم خواهیم خوند و خودمون رو محک خواهیم زد فقط دوستان یک نکته اگر میخواید جزء اون دسته از عزیزانی باشید که کلیپ های آموزشی انگلیسی مستاب خوردن اول همه به دستشون میرسه و از اونها در جهت یادگیریشون میتونن استفاده بکنن کانال انگلیسی مستاب خوردن رو فالو یا سابسکرایب بکنید تا با استفاده و تمرین با درس های ارزنده و آموزشی انگلیسی مستاب خوردن رشد بسیار خوبی در یادگیریتون داشته باشید بسیار خوب بپردازیم به این داستان گرامری در زمان گذشته استمراری همونطوری که میدونید زمان گذشته استمراری در مورد اتفاقی صحبت میکنه یا به اتفاقی اشاره میکنه که در زمان گذشته در یک بازه زمانی در حال تکرار بوده ما حال استمراری رو داشتیم و کاری بود و اتفاقی بود که در زمان حال در حال رخ داد بود یعنی من دارم تدریس میکنم شما دارید گوش میدهید شما دارید تمرین میکنید پس کاری است که تداوم داره و این تداوم مدت زمانی رو به خودش اختصاص داده و ما زمانی که در مورد گذشته استمراری صحبت میکنیم کاریست یا اتفاقی است یا رخدادی است که در زمان گذشته در یک بازه زمانی در حال بروز و در حال رخداد بوده است همونطور که میدونید فرمول و قاعده نوشتن یک فعل در زمان گذشته استمراری به این صورته فاعل به علاوه was یا were به علاوه فعل به شکل ing به علاوه بقیه جمله یا مفعول پس همونطور که دارید ببینید فرمول نوشتن یک جمله در زمان گذشته استمراری به این صورته حالا با مثال هایی که در ادامه و در این داستان خدمت شما تقدیم خواهیم کرد شما به این زمان مسلط خواهید شد و دیگه در مورد استفاده از زمان گذشته استمراری هیچ مشکلی نخواهید داشت فقط شما دوستان فراموش نکنید که با رونویسی از روی مثال هایی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه و جملاتی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه به عنوان تمرین هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و حتما نحوه بیان خودتون رو با گوشیتون ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا اگر احتمالا اشتباهی در تلفظتون یا بیانتون وجود داره بتونید این اشتباهات رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید پس این تمرین شماست که هر جمله‌ای که ما در این درس میگیم رو در قسمت کامنت بنویسید با صدای رسا تکرار بکنید و وقتی که صدای خودتون رو ضبط کردید با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه بکنید. بسیار خوب. بپردازیم به داستانمون. Yesterday it was raining and thundering all day. Yesterday it was raining and thundering all day. yesterday یعنی دیروز پس داستان ما ماجرای ما در مورد دیروز و در زمان گذشته و دیروز اتفاق افتاده it was یعنی آن بود it داره اشاره میکنه به کلیت ماجرا و موضوع raining در حالت آینجی حالا که فل فل رین یعنی باران باریدن در حالت آینجی بیان شده و البته was یعنی اتفاق در زمان گذشته بروز کرده It was raining یعنی داشت باران می کی دیروز Yesterday 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 it was raining دیروز داشت باران می بارید And و Thundering Thunder یعنی سائقه رعد و برق Thundering در حالت آینجی اومده It was thundering یعنی داشت رعد و برق میزد در یک بازه زمانی همش داشته رعد و برق میزده It was raining and thundering یعنی داشت باران میبارید و داشت رعد و برق میزد کی دیروز All day All یعنی همه Day یعنی روز Yesterday it was raining and thundering all day دیروز داشت باران میبارید و داشت رعد و برق میزد کل روز فراموش نکنید دوستان که تمرین واجبه حتما در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و همین کار رو در مورد کل جملاتی که در این درس داریم لطفا انجام بدید Yesterday it was raining and thundering all day. Yesterday it was raining and thundering all day. Peggy was playing inside the house. Peggy قهرمان داستان ماست. یه دختر خانم به اسم پگی was playing یعنی داشت بازی می کرد. play یعنی بازی کردن playing در حالت ing اومده was پس در مورد گذشته است was playing یعنی داشت بازی می کرد کی؟ Peggy Peggy was playing کجا بازی می کرد؟ inside داخل the house داخل خونه inside یعنی داخل the house یعنی خونه شون اون خونه مشخص Peggy was playing inside the house Peggy داشت داخل خونه بازی می کرد. حالا نوبت شماست حتما تمرین رو فراموش نکنید تا دوباره با هم تکرار می کنیم. Peggy was playing inside the house. Peggy was playing inside the house. She wanted to be outside. She wanted to be outside. She یعنی کی کیو داره میگه پگی رو پگی قهرمان داستان ماست و یه دختر خانومیه به اسم پگی پس از زمیر استفاده میکنه چرا از زمیر استفاده میکنه چون یک بار معرفیش کرده یک بار به شما اسمشو گفته حالا از زمیر استفاده میکنه she she wanted wanted یعنی خواست میخواست she wanted to be که باشه بی یعنی بودن to be outside outside یعنی بیرون بیرون از خونه بیرون از اون محل اون میخواست که بیرون از خونه باشه اما داشت بارون میومد و رد و برق میزد و ممکنه که اگه میرفت بیرون سرما میخورد یا رد و برق بهش میزد به خاطر همین دوست داشت که بیرون باشه در بارون و زیر رد و برق ولی خب نشده بود یا مادرش بهش اجازه نداده بود she wanted to be outside She wanted to be outside. She wasn't playing outside because it was raining. She wasn't playing outside because it was raining. She yani, wasn't playing, wasn't. یعنی حالت منفی گذشته استمراری She was playing گفتیم که داشت بازی میکرد She wasn't playing حالت گذشته استمراری منفی She wasn't playing او داشت بازی نمیکرد این ساختار رو ما خیلی کم در فارسی استفاده میکنیم اما تو انگلیسی کاربرد داره پس باید خوب یادش بگیرید She wasn't playing او داشت بازی نمیکرد outside بیرون because چون it was raining داشت بارون میبارید she wasn't playing outside because it was raining او بیرون در حال بازی کردن نبود یا داشت بیرون بازی نمی کرد چون باران میبارید حالا نوبت شماست تمرین رو فراموش نکنید یک بار دیگه با هم تکرارش میکنیم she wasn't playing outside because it was raining She wasn't playing outside because it was raining. She was feeling tired of being trapped inside the house. She was feeling tired of being trapped inside the house. She یعنی اوی خانوم Was feeling یعنی داشت احساس میکرد در زمان گذشته استمراری اتفاق افتاده She was feeling یعنی او داشت احساس میکرد چه احساسی میکرد؟ Tired Tired یعنی احساس خستگی بدنی She was feeling tired او احساس خستگی بدنی میکرد Of being trapped Trapped یعنی تله Trapped یعنی زندانی شده در تله گرفتار شده being trapped یعنی در تله گرفتار شده inside the house در درون خانه او از این که در درون خانه در تله گیر کرده بود و بیرون نمیتونست بره احساس خستگی میکرد دوستان به عبارت هایی که در این جمله بیان شده و شما باید قسمت قسمت به صورت روون بخونید توجه بکنید به این صورته She was feeling tired of being trapped inside the house. She was feeling tired of being trapped inside the house. Peggy was trying to keep busy inside the house. Peggy was trying to keep busy inside the house. Peggy یعنی همین خانم Peggy was trying try یعنی سعی کردن trying حالت ing was trying یعنی داشت سعی می کرد Peggy was trying یعنی Peggy داشت سعی می کرد که چیکار کنه to keep busy که اینکه خودش رو مشغول کنه سرش رو گرم بکنه Inside the house یعنی در درون خانه Peggy was trying to keep busy inside the house یعنی پگی داشت سعی می کرد که سر خودش رو گرم کنه داخل خونه حالا نوبت شماست تکرار بکنید Peggy was trying to keep busy inside the house و فراموش نکنید در قسمت کامنت تمرین رو شرکت کنید Peggy was trying to keep busy inside the house Peggy was trying to keep busy inside the house. She was reading her book until the electricity went out. She was reading her book until the electricity went out. She was reading یعنی او داشت میخواند دیگه زمان گذشته استمراری رو یاد گرفتید نیازی نیست دونه بدون توضیح بدیم She was reading یعنی او داشت میخواند Her book book یعنی کتاب میدونید her یعنی مال اوی مهنس she was reading her book یعنی او داشت کتابش را میخواند until یعنی تا وقتی که تا زمانی که the electricity the electricity یعنی برق همین قنی روی برق went out went out فعل عبارتی است که برای رفتن برق استفاده می کنیم the electricity went out یعنی برق رفت she was reading her book Until the electricity went out, yani u dasht ketabesho mikhoond ta ink bargh raft. She was reading her book until the electricity went out. She was reading her book until the electricity went out. Then she decided to Practice her sewing. Then she decided to practice her sewing. Then یعنی سپس she decided یعنی او تصمیم گرفت در زمان گذشته ساده to practice یعنی تمرین بکنه که تمرین کنه her sewing so sew, یعنی بافتن sewing یعنی بافتنی هر یعنی بافتنیاش to practice her sewing یعنی بافتنیش رو تمرین میکنه then سپس she decided to practice her sewing او تصمیم گرفت که بافتنیش رو تمرین کنه کتاب داشت میخوند پگی اما برق رفت حالا تصمیم گرفته که به بافتنیش بپردازه و بافتنی تمرین بکنه اونایی که تمرین نمیکنن جملات رو در قسمت کامنت نمی نویسن با صدای رسا تکرار نمیکنن هم برهن دنبال بافتنی تمرین کردنشون پس دوستان فراموش نکنید برای یادگیری موثر و مفید همین جمله رو تکرار بکنید با صدای رسا و در قسمت کامنت بنویسید then she decided to practice her sewing then she decided to practice her sewing She was practicing sewing until lunch time. She was practicing sewing until lunch time. She was practicing یعنی او داشت تمرین می‌کرد در زمان گذشته و کاری که یک مدت زمانی ادامه داشته. چه کاری رو؟ Sewing بافتنی رو she was practicing sewing یعنی او داشت بافتنی کردن رو ادامه میداد تمرین میکرد until تا زمان lunch time تا زمان نهار she was practicing sewing until lunch time she was practicing sewing until lunch time After lunch, she sat by the window and watched the rain. After lunch, she sat by the window and watched the rain. After lunch, yani bad as nahar. She sat, yani u nashast. Sat, gozashteya sit, yani dar zaman gozashteya fitlish, بیقاعده است و زمانی که در زمان گذشته بیان میکنیم تغییر شکل پیدا میکنه ست میشه ست شی ست یعنی او نشست بای the window یعنی کنار پنجره and و watched نگاه کرد تماشا کرد the rain اون باران مشخص رو she watched the rain یعنی باران رو تماشا کرد. After lunch, she sat by the window بعد از نهار او کنار پنجره نشست and watched the rain و باران رو تماشا کرد. حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بخورید. After lunch, she sat by the window and watched the rain. After lunch, she sat by the window and watched the rain. While Peggy was watching the rain the phone rang While Peggy was watching the rain the phone rang While یعنی در حالی که در خلالی که Peggy was watching یعنی Peggy داشت تماشا میکرد the rain یعنی باران رو the phone اون تلفونه رنگ رنگ گذشته رینگ رینگ یعنی زنگ زدن رینگ کردن رنگ گذشته the phone rang یعنی تلفن زنگ زد while Peggy was watching the rain the phone rang در خلالی که پگی داشت باران رو نگاه میکرد تلفن زنگ زد while Peggy was watching the rain the phone rang While Peggy was watching the rain, The phone rang. Her mother was calling to say she was coming home. Her mother was calling to say she was coming home. Her mother, yani madre uye muanas, was calling, yani doshd zang mizad To say که بگه she was comingنگ او دارد می آید کجا؟ هوم به خانه هر مادر was calling مادرش داشت زنگ میزد تو سی که بگوید she was comingنگ که دارد او میآید هوم به خانه مادرش پس زنگ زده که بگه من دارم میام خونه حالا نوبت شماست جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با من تکرار بکنید هر mother was calling to say she was coming home. Her mother was calling to say she was coming home. She was bringing a new game. She was bringing a new game. She, yani uye khanum, kiyo dare mige, was bringing, bring یعنی آوردن was bringing یعنی داشت می آورد پس مادر داره میاد خونه پس شی بر می برمیگرده به مادرش she was bringing یعنی او داشت می آورد a new game a new game یعنی یک بازی جدید مادرش داره میاد خونه و یک بازی جدید میاره چرا چون پگی حوصلش سر رفته خسته شده she was bringing a new game او داشت یک بازی جدید می آورد حالا نوبت شماست بازی جدید شما یادگیری انگلیسیه یادگیری زمان گذشته استمراری حالا همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا با من تکرار بکنید she was bringing a new game she was bringing a new game Peggy and her mother ate ice cream and played the game peggy and her mother ate ice cream and played the game peggy and her mother یعنی peggy و مادرش ate گذشته فعل خوردن eat یعنی خوردن ate یعنی خوردند یعنی خورد در زمان گذشته ice cream یعنی بستنی آیس که میدونید یعنی یخ کریم یعنی کرم یعنی خامه آیس کریم یعنی خامه یخی یا همون آیس کریم اند و پلید بازی کردند در زمان گذشته پلی یعنی بازی کردند پلید یعنی بازی کردند the game اون بازیه رو که مادر با خودش آورده بود پس مادر اومد خونه با هم بستنی خوردن و بازی رو انجام دادن Peggy and her mother ate ice cream and played the game حالا نوبت شماست در قسمت کامنت خودتون رو نشون بدید نشون بدید که جسارت شرکت در تمرین رو دارید نشون بدید که جسارت یادگیری یک زبان جدید رو دارید نشون بدید که نظر دیگران براتون مهم نیست مهم یادگیری شماست بیان بکنید و بنویسید Peggy and her mother ate ice cream and played the game Peggy and her mother ate ice cream and played the game. While they were playing the rain stopped. While they were playing the rain stopped. While Yanidarholike Darhelolike they were playing. آنها داشتند بازی می where برای اشاره به افراد جمع به جای was they were یعنی آنها داشتند playing بازی می پلیینگ playing در حالت آی آینجی were playing یعنی داشتند بازی می کردن. کیا they پیگی و مادرش the rain اون بارونه stopped متوقف شد stop یعنی متوقف شدن stopped یه پی اضافی هم بهش میخوره در زمان گذشته یعنی متوقف شد while they were playing زمانی که آنها داشتن بازی میکردن the rain stopped باران متوقف شد باران قطع شد while they were playing the rain stopped While they were playing the rain stopped But Peggy didn't even notice But Peggy didn't even notice, but یعنی اما Peggy قهرمان داستان ما دختر خانم Peggy didn't در زمان گذشته. did گذشته فعل دو didn't در زمان گذشته و حالت منفی notice یعنی متوجه شدن توجه کردن ایون یعنی حتی but peggy اما peggy didn't even notice حتی متوجه هم نشد متوجه چی نشد متوجه اینکه باران متوقف شده باران قطع شده but peggy didn't even notice اما پگی حتی متوجه نشد حالا سوال برای شما ممکنه پیش بیاد چرا نوتیس رو در زمان گذشته بیان نکرده به این دلیل در حالت ساده فعل اومده چون از فعل کمکی برای بیان گذشته استفاده شده یعنی از did و همچنین برای منفی کردنش که عرض کردیم خدمتون از نات و در واقع جمله بوده but پگی did not even notice که تبدیل به مخفف شده و شده But Peggy didn't even notice. But Peggy didn't even notice. She was having such a good time with her mom. She was having such a good time with her mom. she was having یعنی او داشت در حال داشتنش بود زمان گذشته استمراری such یعنی چنین a good time یعنی اوقات خوش یک اوقات خوش such a good time یعنی چنین اوقات خوشی with یعنی با همراه با her mom یعنی مادرش she was having such a good time with her mom یعنی او در حال سپری کردن اوقات خوشی با مادرش بود حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت خودتون رو نشون بدید نشون بدید که شما هم با یادگیری و تمرین انگلیسی اوقات خوشی رو دارید She was having such a good time with her mom She was having such a good time with her mom بسیار خوب دوستان آفرین بر شما دمتون گرم که در حال تمرین و یادگیری هستید آفرین بر شما که در حال تلاش و جدال برای بهبود و موفقیت هستید دوستان حالا میخوایم یک کار چالشی انجام بدیم مثل همیشه میخوایم با سرعت روون داستان رو بخونیم و شما هم حتماً قبل از اینکه بخونید موبایلتون رو بیارید صدای خودتون رو ضبط بکنید هنگام خوندن و در نهایت با نحوه خوندن در این کلیپ مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در نحوه بیان یا تلفظتون دارید بتونید اون اشتباهات رو پیدا بکنید و رفع بکنید دوستان اصلا نگران نباشید اگر بار اول نتونستید داستان رو روون بخونید هیچ اشکالی نداره بار دوم اگر نتونستید بار سوم اگر نتونستید بار چهارم بار دهم بزرگترین چالش شما در زندگی مربوط به یادگیری شما این است که بتونید این داستان رو روون و خیلی عالی بخونید پس به جای اینکه برید درس بعدی همین درس رو قوی و مسلط یاد بگیرید و سپس برید درس بعدی آمده اید بریم با هم یک بار داستان رو از ابتدا با سرعت نرمال بخونیم شما هم که فراموش نمی کنید حتما صدای خودتون رو هنگام تلفظ و خوندن داستان زبط بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان در این کلیپ آمده این بزن بریم Yesterday it was raining and thundering all day. Peggy was playing inside the house. She wanted to be outside. She wasn't playing outside because it was raining. She was feeling tired of being trapped inside the house. Peggy was trying to keep busy inside the house. She was reading her book until the electricity went out. Then she decided to practice her sewing. She was practicing sewing until lunchtime. After lunch, she sat by the window and watched the rain. While Peggy was watching the rain, the phone rang. Her mother was calling to say she was coming home. She was bringing a new game. Peggy and her mother ate ice cream and played the game. While they were playing, the rain stopped. But Peggy didn't even notice. She was having such a good time with her mom. آفرین بر شما دمتون گرم که این بار تونستید با سرعت نرمال بخونید اگر نتونستید هیچ اشکالی نداره همونطور که عرض کردم خدمتون دوباره این تمرین رو انجام بدید دوباره این کار رو انجام بدید تا مسلط و روون بتونید این داستان رو بخونید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان امیدواریم که تلاش ما وقت ما انرژی ما و هزینه ای که از عمرمون در جهت یادگیری شما و رشد شما صرف میکنیم تو بشه با تمرینات شما در مسیر درست و منجر بشه به تقویت زبان انگلیسی شما عزیزان و در نهایت چیزی که هدف ماست این است که حال دلتون خوش باشه و تندرست و سلامت باشید همراه با خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید باز هم سپاس گذاریم از همراهیتون فراموش نکنید که کانال انگلیسی مستاب خوردن رو سابسکرایب بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید